جمله 15 دنبال منفی 2 2 6 کدام است؟ خب بچه خوب به من دقت بکنید، تو این تست که زیادم توی بحث کنکور سرسری تکرار شده، باید بیاین کار انجام بدید. جمله 15 این دنباله رو میخواد و تو خودت باید تشخیص بدی چه نوع دنباله هستش. اولا دنباله حسابی هستش، چون تو هر مرحله به اضافه مقدار ثابت شده. بعد قدر نسبت رو به دست بیاری. فرمول جمله 15 من بهت یاد دادم، A15 مساوی با پای ثابت A1 به علاوه یه دونه کمتر 14D. A15 مساوی با A1 به علاوه 14D. نیاز به دو تا عامل حیاتی داره، یک جمله اول، دو قدر نسبت. بچه جمله اولشو که دارم منفی 2 هستش، قدر نسبتش هم بچه خیلی راحت میتونم حساب بکنم، میشه بعدی منهای قبلی 2 منهای منفی 2. حواست منفی باشه که حاصل میشه مثبت 4. A15 بچه ها میشد A1 به علاوه 14 تی پای ثابت یه دونه کمتر، میام به جای A1 میذارم منفی 2 و به جای D میذارم 4، پس میشه منفی 2 به علاوه 14 ضرب در 4. 14 ضرب در 4 بچه ها میشه مثبت 56، با منفی 2 میشه مثبت 54، که تونستم جمله 15 رو به دست بیارم، میشه گزینه 2. تست بعدی رو نگاه کنیم. کدام جمله از تصاعده؟ منفی 104، منفی 91، منفی 78 برابر 0 است. خوب به من دقت بکن بچه ها، این فرمت مثال ها و تست هایی که در مصد کار میکنم احتمالا اومدن تو کنکورش خیلی زیاده. دو تا نکته رو بگم. نکته اول، تصاعد تو کتاب های سال های قبلی که کتاب عوض شد از دنباله به اسم تصاعدم نام برده بود، پس تو خیلی از تست ها بچه ها اگه با تصاعد برخورد کردیم همون دنباله هستش و تو باید تشخیص بدی که چه نوع دنباله ایه. بچه ها منفی 104، منفی 91، منفی 78 تو هر مرحله منهای مقدار ثابت شده، پس یک دنباله حسابی هستش. جمله چندم میخواد از من؟ جمله چندم به من نگفته، گفته برابر صفره. کدام جمله دنباله برابر صفره؟ اگه تو فیلم اول با من کار کرده باشی، توی بحث جمله عمومی دو تا سوال مطرح میشد، دو نوع تست مطرح میشد. حالت اول، جمله عمومی رو به ما میداد و به هم گفت مثلا جمله 15 اون کدومه، اینو میذاشتم چند؟ 15. حالت دوم بچه‌ها میگفت جمله عمومی اینه، کدام جمله برابر صفر است. تو باید میومدی چیکار میکردی؟ تو باید جمله عمومی رو تشخیص میدادی، جمله عمومی رو مساوی با صفر قرار میدادی و حاصل رو پیدا میکردی. پس برای حل این تست چون گفته کدام جمله دنباله برابر صفر است، تو جمله عمومی رو به دست میاری و حاصل رو برابر چند قرار میدی؟ صفر. n رو به دست میاری. برای به دست آوردن جمله عمومی نیاز به جمله اول و قدر نسبت داری. جمله اولی که به داده منفی 104، بعد قدر نسبت هم میشه جمله بعدی منهای جمله قبلی. بعدی میشه منفی 91 منهای منفی 104. به منفی حواست باشه، منفی 91 من هم منفی 104 بچه میشه مثبت 13. قدر نسبت هم به دست آوردم، جمله اولم دارم، جمله عمومی رو به دست میارم برابر صفر قرار میدم، یعنی آندیس n مساوی با صفر. آندیس n فرمولش بود A1 به علاوه n منهای 1 ضرب در D. به جای A1 و D مقدار قرار میدم بچه ها میشه منفی 104 جمله اول به علاوه n منهای 1 ضرب در D. D هم که 13 هستش مساوی صفر. 13 رو تو n ضرب میکنم ساده تر بشه، منفی 104 خودش 13 ضرب در n 13، n منهای 13 مساویه با صفر. اعداد با اعداد جمع میشه، منفی 104 با منفی 13 جمع میشه 13، n مساویه با منفی 117 مساویه با صفر. منفی 117 برون و میشه مثبت 13، طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، n میشه 117 تقسیم بر 3 که حاصل میشه 9. بچه 9 که به دست میاد برنگر اینه که جمله 9 برابر صفر هستش. مثال و تست خوبی بود، قطعا نمونشه توی کنکور برخورد میکنی باش و این روالی که واسه حل کردم رو یاد بگیر. جمله اول قدر نسبت، جمله عمومی گفته برابر صفر باشه مساوی صفر قرار میدم، اگه میگو برابر 10 باشه مساوی 10 قرار میدادم و حل کردم n رو حساب کردم، یکی از گزینه هام جواب. تست بعدی رو نگاه کنیم. در یک دنباله حسابی تفاضل جمله هفتم و جمله سوم چند برابر قدر نسبت است؟ بچه خوب نگاه بکنیم، داریم گامو فراتر میزنیم و فراتر از کتاب میخوام کار بکنم. اینا هر کدوم تستایی که کار میکنم بچه احتمالی کنکور امسال هستش و به احتمال زیاد یکی از این فرمت هایی که واسات کار میکنم قطعا سوال امتحانت و قطعا تست کنکور خواهد بود. یک بار صورت تست رو بخونم خیلی راحت انجام میشه. گفته در یک دنباله حسابی تفاضل جمله هفتم و جمله سوم. بچه تفاضل جمله هفتم از جمله سوم یعنی چی؟ یعنی A7 منهای A3، پس اینجا بنویسم A7 منهای A3.
عذرخواهی میکنم. آ7 رو باز میکنم بچه ها. آ7 میشه آ1 به علاوه 6D منهای. آ3 رو باز میکنم بچه ها میشه آ1 به علاوه 2D. پس اومدم آ7 رو باز کردم، آ1 به علاوه 6D منهای. آ3 رو باز کردم، آ1 به علاوه 2D. حالا پرانتز ها رو بر میدارم و این منفی رو تو این پرانتز دومی تاثیر میدم، میشه آ1 به علاوه 6D منفی آ1 منهای 2D. آ1 با منفی آ1 از بین میره، 6D منهای 2D میشه 4D. بچه ها صورت سوال گفته چند برابر قدر نسبت 4D؟ چند برابر قدر نسبت D؟ هم همون قدر نسبته، 4 برابر قدر نسبت و میشه گزینه 2. جمله عمومی یک دنباله حسابی آندیسن مساوی 3N به علاوه 4 است. نسبت جمله دوم به جمله چهارم کدام است؟ خوب به من دقت بکنید بچه. بچه فرموله جمله عمومی یک دنباله حسابی رو به من داده، 3N به علاوه 4. جمله دوم به جمله چهارم میخواد. بچه باز من از قسمت دوم شروع میکنم، یعنی میگم 2 به 4، A2 به A4. A2 رو باز میکنم، A4 هم باز میکنم. نگاه بکنم حلشو، A2 به A4. بچه A2 تعریف چی بود؟ میشد A1 به علاوه 1D. A1 به علاوه 1D. جمله چهارم تعریف چی میشد؟ میشد A1 به علاوه 3D. ولی یه نکته ای، بچه نیاز ندارم از این دوتا فرمول برم. چرا؟ چون اومده جمله عمومی فرمولش خودش به من داده. پس من اگه جمله دوم رو میخوام اینو باید بذارم چند؟ 2. اگر جمله چهارم رو میخوام اینو باید بذارم چند؟ 4. پس میام A2 با A4 رو مینویسم، بالا برای A2 به جای N هر جا N دیدم میذارم 2، میشه 3 ضرب در 2 به علاوه 4، و پایین هر جا N دیدم میذارم 4، 3 ضرب در 4 به علاوه 4، بالا میشه 10، پایین میشه 16. 10 16 هم که ساده کنم میشه 5/8 و گزینه 4. پس خیلی راحت نسبت جمله دوم به جمله چهارم تونستم به دست بیارم. جمله دوم جمله چهارم، به جای جمله دوم به جای n تو جمله عمومی گذاشتم 2، در جمله چهارم به جای n گذاشتم 4 و حاصل حساب شد. مثال بعدی، اگر به قدر نسبت یک دنباله حسابی 2 واحد اضافی کنیم به جمله پنجم دنباله حاصل چند واحد اضافه می شود؟ خب بچه خوب به من دقت کنید، تست قشنگی هستش، یه نکته خیلی ریز داره و خیلی راحت انجام میشه. اسلاید رو نگاه کنیم حلشو. قدر نسبت جدید را د پریم و جمله پنجم جدید را آ پریم 5 در نظر می گیریم. داریم بچه ها قدر نسبت جدید حاصل قدر نسبت قدیم به علاوه 2. خودش گفته 2 واحد به قدر نسبت اضافه کنیم، پس د پریم رو گرفتم، دی به علاوه آپریم 5 تعریفشو می نویسم بچه ها. آپریم 5 میشه پای ثابت A1 به علاوه 4D. ولی وقتی اینجا آپریم داری، جدید داری، دی هم که استفاده میکنی دپریم هستش، پس 4D. تعریف آپریم 5 میشه A1 به علاوه 4D. میام مقدار قرار میدم، میشه A1 به علاوه 4، به جای دپریم میذارم دی به علاوه 2. عدد 4 رو داخل پرانتز ضرب میکنم بچه ها، میشه A1 به علاوه 4D. 4 دوتا میشه 8. A1 به علاوه 4D تعریف چیه بچه ها؟ پای ثابت یه دونه کمتر، پس تعریف جمله پنجم قدیم هستش. پس به جای این فرمت میذارم جمله پنجم قدیم به علاوه چند شده؟ 8. پس جمله پنجم به علاوه 8 شده. A'5 میشه A5 به علاوه 8 و تونستم به گزینه برسم. چند تا تست آخری که ما هم کار کردیم، چندین بار بر خودت حل کن، نکاتشو مرور کن، تو ذهن جای بده. مثال ها و تست های قشنگی هستن و خیلی دیدتو باز میکنه برای زدن تست های کنکور.